همکارامشون با اشکان صفایی، همکارم از اورشلیم اشکان، اگر درست خاطرم باشه در این هفته این دومین باری که یکی از مقامات، یکی از اسرائیل در حقیقت حرف حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران میاد. درسته نیوش، همین یکی دو روز پیش بود که یکی از مقامات سابق موساد و وزارت دفاع اسرائیل هم همین صحبت رو کرد. کوخاوی امروز در نشست مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در دانشگاه تل‌آویو صحبت میکرد، گفت که جمهوری اسلامی یک مفهومی هست که اون رو ما نباید فقط در مرزهای کشور ایران ببینیم، بلکه از اون گسترده تر هست. گفت که سه تهدید از جانب جمهوری اسلامی اسرائیل رو در واقع تهدید میکنه. یکی از اینها به گفته او اصلی ترینش موضوع احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی هست، دومیش گروه‌های دست نشانده جمهوری اسلامی هستند که او گفت نه فقط در خاورمیانه بلکه در آفریقا و فراتر از اون هم حضور دارن، و نهایتاً استقرار نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان. در مورد همین موضوع همونطوری که گفتی، گفت که اسرائیل در طول 10 سال گذشته هفته ای تقریبا حد متوسط یک بار به نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه حمله کرده. در مورد سطح آمادگی هم گفت که سطح آمادگی اسرائیل بالا رفته و هر زمانی که سیاستمداران اسرائیلی دستور بدن ارتش آمادگی حمله به تاسیسات اتمی ایران رو داره.